من بابک گلکار هستم، ویژوال آرتیست از ونکوور. به زندگی من خوش آمدید. اینجا منطقه ماونت پلزنت توی ایست ساید ونکوور که هیستوری اینداستریال داره و در چند دهه اخیر یه ذره از نظر اکانومی لطمه دیده، ولی در 10 سال گذشته خیلی رونق پیدا کرده و یکی از دلایلش هم اینه که بیشتر آرتیست‌ها چون نمیتونن جاهای مرغوب‌تر رو افورد بکنن میان اینجا و کالچر میاد. و این استودیو هم که ما الان داریم میریم توی خیابان اینداستریال هستش و یه ورهاوسی که من تیکش ازشون رنت میکنم مال یه کمپانی کاشی سرامیکه. با یه کسی که تازه آشنا شدید این حرف زده میگه چی کاره ای، میگه آرتیستی، طرف میگه خب چی کار میکنی، بعد دیگه من میمونم توش. یا باید بگم پینترم که نیستم، من یه دونه پینتینگ تا حالا تو عمرم نکردم، یه دونه کردم اکشن. یا باید بگم مثلا مجسمه سازم، ولی مثلا وقتی میگی مجسمه سازی اون ایمیجی که میاد تو ذهن طرف که سوال ازت کرده کامل با این چیزی که تو داری انجام میدی و درگیرش هستی کامل فرق میکنه. من سال 2006 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه بریتیش کلمبیا با فوق لیسانس هنر و بعد از اون شروع به کار کردم. من هیچ وقت نمیخواستم یه میدیوم خیلی مخصوصی رو انتخاب بکنم، مثلا نمیخواستم لیسانس توی پینتینگ بگیرم یا توی پرینت میکینگ بگیرم یا توی سرامیک بگیرم، میخواستم همه چی رو هی اکسپلور بکنم. اتفاقای بچگی خب خیلی به نظر من مهمه توی ساخت آیدنتیتی آدم، چیزی که جدیدم نیستش، خیلی هم میدونه. چون من ایران بزرگ شدم تا 19 سالگی و زمان جنگ ایران بودم. جنگ خیلی رو من تاثیر نگاتیو داشتش، یعنی ما نتونستیم اونجوری که باید و شاید بچگی میکردیم. اون بازی گوشیایی که ما باید میکردیم همیشه باید کنترل شده بود، تو صف وایستادن و نمیدونم چیز، فشارهای فکری مردم، فشارهای عصبی مردم، همه عصبی و جری بودن. خب آف کورس تو یه چیزی بالا سرت معلومه که این اتفاق میفته، همه فشار خونه بالاست، همه دارن سکته میکنن، اگر از جنگ نمیری از یه چیز دیگه داری میمیری. به هر حال، حالا نمیخوام خیلی دراماتایز بکنم این قضیه رو، ولی این یه چیزی بوده که برای من همیشه مهم بوده و من خیلی بچه بازی گوشی بودم، یعنی هم کیوریوسیتیم بالا بود هم بازی گوشی اصلا دوست داشتم، تریکستری دوست داشتم مثلا از بچگی. الانم دقیقاً این اسپکتور تو کارهای من می‌بینی، بازی گوشی رو می‌بینی، بازی رو می‌بینی توش و به نظر من مهمه. بلکه به هر حال یه آدم 90 ساله هم هنوز اون بچه توش هست، هنوز اون بازی گوشی ها توش هست، جورای مختلف. حالا ما هرچی سنمون میره بالاتر هایی میخواییم خودمون رو بیشتر بگیریم و فکر میکنیم مثلا اکسپریانس همون خیلی خیلی زیاده. من از وقتی که ایران بودم، هنوز نیومده بودم دانشگاه، مهندسی مکانیک قبول شدم. بعدش که اومدم اینجا میدونستم که نمیخوام اون کار رو بکنم، نمیخواستم اصلا برم دنبال مهندسی، رفتم دنبال معماری. بعدش معماری هم دیدم که خیلی طول میکشه و یه ذره سخته برام، دست و بالا من بسته میشد اگه معمار میشدم، برای اینکه به هر حال معماری هم یه جزوی از سرویس اندستری، همیشه باید جواب کسی رو بدی. بعدش رفتم روی دیزاین، یه کورس سرامیک برداشتم وقتی که توی پروگرام دیزاین بودم، بعد این یه کورس ما رو زمینگیرمون کرد. اصلا مثلا 8 ساعت 10 ساعت یه دفعه با این می‌شدم توی
کارگاه کوزه‌گری کوزه‌گری میکردم. همه چی همه چیزای دیگه دراپ کردم، اصلا از مدرسه اومدم بیرون. سال آخر لیسانس تازه متوجه شدم که کانسپچوال آرت چیه، اونم از طریق سرامیک، به خاطر اینکه اون یورینال مارسل دوشامپ سرامیکیه دیگه، پورسلینه. دوشامپ میگه که هر آبجکتی تحت شرایط خاصی میتونه آبجکت آرت باشه، که نمونهش توالت عمومی مردون است که برمیداره میاره برعکس میذارش توی موزه الان هستش. اون تشکی راجب از نظر سرامیک بهش نگاه نمیکنه، ولی خب توی لکچر یکی از استادا معرفیش میکرد، اونجوری بهش نگاه کرد. من یه دفعه دنیام از این رو به اون رو شد دیگه. اون سال آخر گذاشتم فقط روی کارهایی که کانسپت شدم. یه کاریه که داریم شروع میکنیم، جزو ریترن پروژکت منه، که یه سری کارا رو از مغازه‌های مختلف میخرم، میارمش استودیو، ازش عکس میندازیم همون جوری که هست، بعد همون سایزم پرینتش میکنیم، بعد عوضش میکنیم یه جوری. مثلا اینو داریم کامل درش میاریم، این ایلستریشن رو، یه ایلستریشن جدید که خودم یکی از اسیستنت ها درست کرده داریم میذاریم به جاش، منطقه به جایی که این پرنده های مختلف بشن کبوتر میذاریم، که کبوتر پرنده یه که کار میکنه. بعد اینا رو کات اوت میکنیم، اینا همه توی زمین گالری اینا همینجور خودشون وای میستن. بعد پروداکتی که آخرش داریم دو تا عکسه، یکی عکس قبله که اینه، یکی عکس بعدی از اون چیزی که ما درست کردیم. منتها اون بعدی رو که درست میکنم من با رسید این میبرم آیکیا پسش میدم، ولی خب اوریجینال آرت ورک پسشون میدم. یکی میتونه بخره $10 $15. ریتن پروژکت خیلی سال پیش شروع شد، زمانی که سال آخر لیسانسم شروع شد، که کارهای کوزه‌گری میکردم، بیشتر کارهای سرامیک میکردم. یه گلدون سرامیکی از آیکیا خریده بودم، زیرش لغت آیکیا و Made in China هک شده بود، یعنی روی رسیدش نبود، این لغت جزء خود این سرامیکه بود. آوردمش تو استودیو، ازش قالب گرفتم، بعد یه پورسلین خیلی فاین رو، خیلی گرون قیمت و فاین رو باش کست کردم و خیلی نازک، اینقدر نازک بود که وقتی میگرفتین جلوی نور از توش رد میشد. منتها اون ایمپرینته که نوشته بود IKEA Made in China ترانسفر شده بود به این پات جدیده. بعد یه ذره تینت خیلی محو صورتی بهش دادم و بردم IKEA پسش دادم. ایدیاش این بود که این کار که برمیگرده فیت نکنه توی اینونتوری آیکیا، هم صورتیه هم خب جنسش فرق میکنه، ولی خب شیپش همونجوره. منتها کانفیوژنش اینجاست که پایینش نوشته آیکیا، میدین کدوم آدمی با عقل سالم این کارو میکنه که بره انقدر زحمت بکشه که یه همچین کاری بکنه. انیویز از اونجا شروع شد، منتها ولش کردم چون با کارهای دیگه درگیر شدم. تا 3 سال پیش 2013 که دوباره شروع کردم بهش فکر کردن و به این نتیجه رسیدم که یه از این پروسه‌ای که داره انجام میشه باید یه داکیومنتیشنی من داشته باشم، که این عکس‌های قبل و بعد اومدن. برای اون کسی که میره توی گالری یا میره توی موزه این کار رو نگاه میکنه، باز باید یه لایه‌های دیگه وجود داشته باشه و این کارهایی که مجسمه‌های کوچولی که از توی این کار از توی این دوتا عکس در میاد که با خود دوتا عکس هستش همیشه، این میبنده این دایره ای رو که من بازش کردم از اول. برای همین خیلی مهمه که این سه تا کار همیشه با هم هن، دو تا عکس و یه آبجکت. حالا آبجکت میشه مثل اینا باشه که روی زمین گالری پخش بشن،
یا میتونه یه میخ باشه که خواهیم دید. ایدیایی که پشتشه در حقیقت والیویشن سیستم رو توی آرت میبره زیر سوال که چرا مثلا یه همچین کار باید یه همچین والیویشنی داشته باشه، ولی یه کاری که شاید همینقدر ارزش داشته باشه رفته توی والمارت یا ایکیا $10 خریداری میشه، اون ارزشش چیه؟ و این بازیایی که توی مارکت میشه. اولش من فکر میکردم که خیلی هنر کار راحتی شاید باشه، یعنی از سخت من اومدم به این بردی، از آرکیتکچر و از دیزاین و مهندسی اومدم به این کار، فکر کنم اونا خیلی سختن. بعد که افتادم واقعا توی قضیه، نه بابا حالا تازه باید بیای فلسفه بدونی، تازه باید بیای لیترچر بدونی، تازه باید بیای سوشال ساینسز بدونی، همه اینا رو تو باید بدونی، نمیتونی ندونی. بنابراین یه حالت مثل اختاپوس داره، همه باید دست به جای مختلف بند باشه از نظر اینفورمیشن و نالج، یعنی یه جور یادگیری توی کار هنری که من میکنم هست که با بازیگوشی با هم همسرن جفتشون، که صبح که پامیشم یا بازیگوشیه داره قلقلکم میده یا این عشق و علاقه ای که دارم میخواد یه چیزی یاد بگیرم. این وقتی که غذاهای فلت داریم مثل پیتزا یا نون، این خالی با کشک بادم جون. This is how I warm it up. اینی که الان جین داره میکشه، این یه تابلوی بودش که من پیدا کردم توی فلی مارکت. 100 خورده سال عمر این تابلو هست. یه پینتر کانادایی اینو کشیده بوده و عکسی خانومی بود، یه خانم مسنی بود. جین داره صورت بنجامین فرانکلین رو که پرزیدنت امریکا بوده، اولین پرزیدنت امریکا بوده، میکشه روش، که صورتش روی $100 امریکا هم هست. بعد پشت این پینتینگ یه گاف صندوقی خواهد بود که اون گاف صندوق قفل شده، خود کلیدم چسبوندمش به خود پینتینگ و روش رنگ شده و اگه اونو بخوام بکنن باز دوباره کار از بین میره. این بعد از 100 سال باید این کارا باز بشن و که اگه بخوای اون کار این کارو باز بکنی، این کاری رو که الان دستت باید خراب بکنی تا به اون کار تو برسی. اینم جین یه جوری داره اینو پینتش میکنه که انگار یه ماسک روی صورت یه کسیه. چشمای اون خانمه رو تا جایی که تونستیم سعی کردیم نگهش داریم و جین اینجا یه منگنه رو کشیده، انقدر قشنگ کشیده که آدم فکر میکنه که واقعیه. اسم کار هستش All About The Benjamins. این از خط آهنگای رپش هستش که این همش راجع به بنجامینه، که منظورش اینه که همش راجع به پوله، همه چی راجع به پوله. اینم صورت بنجامین فرانکلینه که گوشتیم روش، همین یه حالت سرویلنس داره، داره نگاه میکنه به ما که حواسمون باشه که خطا نکنیم، همین یه حالت ماسک داره که تو رو هر کسی میتونی اینو بذاری و اون قدرت بهش بدی، ولی همیشه برمیگره به پول. تاریخچه خیلی طولانی نداره، ولی خب تاریخچه درخشانی داره، به خصوص از نظر عکاسی و کانسپچوال آرت. جدیداً تو ونکوور یه ذره چند تا کار کردم. از سال 2012 به این بر شو داشتم، یه سولو شو داشتم توی موزه وست ونکوور که اون کوزه ها رو نشون دادیم. بعدش یه سولو پروژه کردم برای ونکوور آرت گالری که بیرون بود، آوتدور بود، اون کوزه ها رو بزرگ درست کردیم بودشون برای پابلیک توی آف سایت. بعدم که ریترن پروژکت رو که خود ونکوور آرت گالری خیلی مشتاق بود که داشته باشه برای کلکشن خودش، بعد از اینکه خریدن یه شوی همون 2 ماه بعدش
گذاشتن که اونا رو نشون دادن. رزیدو مال اون موقع. این هم اینستیتوشن های کوچولویی نیستن که آدم دست کم بگیره اینا. امروز اومدیم کارگاه B&B توی گرامیل آیلند که در رفت هستم. اینجا کارگاه مدل های ماکت های آرکیتکچر میسازن بیشتر و الان تقریبا 15 ساله که به من کمک میکنه که من کارامو درست بکنم. من از وقتی دانشجو بودم اینجا توی آیلند برند همینجور کمکم کرده تا امروز. هر دفعه که پروژه بهش میدم میگه این دفعه آخری که من کار برات انجام میدم دیگه من این کار نمیکنم. بعد دوباره دفعه بعد که میام دلش نرم میشه. Even today I heard it. Okay, thanks. این یکی از فریم های توی پارگانه، سری پارگانه که دیگه اویلیبل نیست، تموم شده. ولی یه دونه آرتست ادیشن من از هر کدوم از اینا دارم که اینه یکی خواسته من دارم درست میکنم براش. پارگان یه کانسپتیه که دریدا راجبش نوشته، ژاک دریدا که فیلسوف الجزایری فرانسوی بودش و خودش این لغت رو اختراع میکنه. پار ارگان، میگه ارگان اگر تصمیم بگیریم که تمام مثلا نوشتای اصلی یه نویسنده باشه، پار ارگان یا پارگان اون نوتای خارج از این کار اصلیه که اگر اون نوتا نباشن، اون نوشته های خیلی غیر اصلی و ضمیمه این نباشن، این کل این قضیه رو خیلی سخت میشه فهمید. این اونها کلیدایی هن که میشه کل نوشته ها رو ازش برداشت کرد یا فهمیدشون. بعد مثالی که میزنه مثال ویژوال میزنه، میگه که وقتی که شما یه عکسی روی دیوار دارین نگاه میکنین، قاب وقتی به عکس دارین نگاه میکنین یا به پیکچر نگاه میکنین، قاب رو جزء دیوار حساب میکنه، میشه جزء آرکیتکچر اون کانتکست. ولی وقتی دیوار نگاه میکنین، قاب میشه جزء عکس، جزء پیکچر. این حالتی که شیفت میکنه قاب، حالت پارگان داره و با این شیفتش هم دیوار تعریف میکنه هم کار هنری تعریف میکنه. اینو من ازش ایده گرفتم و اومدم یه سری قاب درست کردم که توشون هیچی نیستن، خودشون کارن، قابا خود کارن، توشون هیچ پیکچری نیست. فقط تنها خصوصیتی که داره، دو تا خصوصیت دارن، یکی این که یه تیکه هایشون قطع شده است که میتونی سکشن کات ها رو ببینی همیشه، یکی هم این که کل کانستراکشن این قاب بر اساس سیلویت ساختمونایی که در طول تاریخ یه تحولی توشون به وجود اومده. مثلا اینکه هایا سوفیا اول یک کاتدرال بوده، بعدش میشه مثلا مسلمونا که میگیرنش میکننش مسجد، بعد میشه موزه. اینا همه هی فانکشنش هی تغییر میکنه بر زمان هرچی که میگذره و هی تعریفش عوض میشه. این هم مقابل است. این کار آخریه که مال ریترن پروژکت یه که جاروی معمولیه که خریده بودم، این دستاشو ازش کندیم، این قیافه که داره الان به خودش به خاطر اینه که سنباده کشیده بهش، اینو برام توشو خالی کرده، سوراخش کردیم و نی شده، نی چوپونیه این و کارم میکنه، امتحانش کردیم. این قراره برگرده به مغازه پس داده بشه، منتها قبل از اینکه پسش بدم یه عصای خانم پیری رو خریدیم ازش که احتیاج دیگه نداشت و بریده از همون سطحی که سطح مقطعی که این جاروه هست و قراره که این دوتا به هم وصل بشن. هم یه حالت جارو داره، هم یه حالت عصای چوپونی که به انگلیسی بهش میگن کروک. این یه حالت هم راجب لیبره هم راجب لیجر. این پروژه. یس برن. یا این اورا تو هاف دس وان
perfectly put together. You kind of این بعضی وقتا جزو پروسه من خودش هستش، یعنی باش کانسالت می‌کنم، مثلا زندگیم روی کانسالتیشن می‌گذره، یعنی هر کی دور و برم هی ایده ها رو باشون ران می‌کنه، کسایی که بهشون عقیده دارم. اینم یک کسی از اون آدمایی که من همیشه باش کارا رو چیز می‌کنم، با اینکه از نظر دیزاین و از نظر فابریکیشن کمک می‌تونه خیلی بکنه. داشتم چند روز پیش فکر می‌کردم که این فلوتر رو چجوری دیسپلیش بکنیم توی گالری. معمولش توی جایی که میری فلوت میخری اینه که روی رادی از روی دیوار اینا اومدن اینا رو برمیداری میاریشون بیرون، ولی خب یه مدل دیگه هم هستش که مثلا توی یه جعبه قشنگی نشسته. حالا دوستم باش حرف بزن ببینم میتونه درست بکنه یه جعبه برام. سر چوبش داشتیم جعبه وصف کردیم ببینیم که چه چوبی باشه، چوب گردو احتمالا خواهد بود. این برمیگرده میره مغازه، این دیگه مال من نیست، عکس این مال منه، عکس جاروه قبل از اینکه این بلا سرش بیاد و بعد از اینکه این بلا سرش بیاد، این دوتا عکس به اضافه این فلوت. همین الان اومدیم یه استودیوی سرامیک به اسم کلی تک که من کارهای سرامیکم اینجا انجام میدم. بیشتر دو سه تا پروژه رو که کردم برای ونکوور و اون یه پروژه که تو تهران انجام دادیم از اینجا شروع شده. الان اینو دارم ورزش میدم که هواش بیاد بیرون، اون پاکت های هوایی که توشه بیاد بیرون که بتونیم که چانس این که توی کوره بهتره که یا وقتی داره خوش میشه ترک بخوره کم باشه. البته خیلی من به این عقیده زیادی ندارم، به خاطر اینکه وقتی که روی چرخ هست هنوز چانس اینو داری که این پاکت هوا رو از توش بکشی بیرون. ولی خب این گلش گل جدید نیست، گل کهنه است، به هر حال باید این کار باشه. اینو خیس میکنیم که استکاک نمیشه داشته، یعنی کنده میشه تا خوش بشه به دستت میچسبه و کنده میشه. این باید سعی کنی که تا جایی که میتونی اینو سنتر نگرش بداری و اگه دستت لوبریکنت نداشته باشه میچسبه بهش و باعث میشه که بیاد خارج بشه. من اگر به جای این که بگیم مثلا آرتیست باشم، پینتر باشم یا سکالپتر باشم، یعنی این لیبل رو قبول بکنم، خطری نداره که همیشه اونجا گیر بکنم. مثلا یه آرتیستی برونز کار میکنه، میدیومشونه، همه اونجوری میشناسنش، توی میدیوم خودشم چون مثلا یه سری مثلا کار برونز مارکت خوبی دارن، همونجا گیر بکنم دیگه، نتونه مثلا بیاد فال فایبر گلاس انجام بده، یا حالا بیاد کار شیشه بکنه، یا حالا بیاد اصلا طراحی بکنه، بیاد پرفورمنس بکنه، کار مختلف چرا نباید بکنه. برای همین وقتی که یه کسی میگه که من آرتیستم و میدیومم پینتینگه یا مثلا میدیومم سکالپچره، من خیلی اینترستد نیستم روی این قضیه. من اینترستدم رو آرتیستی که میتونه پینت بکنه، اینترستدم رو آرتیستی که بتونه کار برونز بکنه یا کار پلاستر بکنه، فرق نمیکنه که چی باشه، ولی ارجحیت روی خود آرتیست، یعنی آرتش میگم. کار باید اول آرت بشه تا پینتینگ باشه، کار به نظرم باید اول آرت بشه تا مجسمه برونز باشه. ولی اگه اون قسمت اول نشه خب مثل بقیه آبجکت هایی که دکوراتیوه.